نماینده خمینی شهر در مجلس هشتم از انتشار گسترده خبر تجاوز دست جمعی عده‌ای از اوباش به چند زن در اطراف این شهر انتقاد کرد و این کار را موجب از بین رفتن قبح عمل دانست. این انتقاد در شرایطی مطرح می شود که در روزهای گذشته تعدادی از مقامهای حکومتی زنان مورد تجاوز قرار گرفته را به خاطر رعایت نکردن پوشش اسلامی در بروز این واقعه مقصر دانستند. برای بررسی بیشتر این موضوع با ملیحه محمدی روزنامه‌نگار مصاحبه ای انجام داده ایم که میشنوید. خانم محمدی، همونطور که میدونین نماینده خمینی شهر در مجلس هشتم رسانه ای شدن خبر تجاوز دست جمعی به چند زن رو باعث از بین رفتن قبح عمل دونسته. به عقیده شما انعکاس گسترده اخبار چنین جنایاتی دارای چه تأثیراتی میتونه باشه؟ در ارتباط با همین اعتراضی که نماینده خمینی شهر کردن میگم که اتفاقا قبح یک چنین اعمالی در برخورد با اعتراض اجتماعی شکل میگیره. اعتراض اجتماعی رو انتشار عمومی مطلب بیشتر تجلی میده. الان مردم خمینی شهر که مردم طبعا دینداری هم هستن، شما میبینین که وقتی که اعتراض میکنن، وقتی اومدن بیرون برای اعتراض، اینا دارن به اون حرکتی اعتراض میکنن که دقیقا همون عمل تبهکارانه تجاوزه. با مسائل دیگه کار نداره. اگر مجرم، کسی که آمادگی انجام به هر حال هر بزهی رو داره، وقتی مواجه میشه با این اعتراض عمومی و اجتماعی، چطور ممکنه قبح مطلب براش از بین بره؟ حتما قبح مطلب برجسته‌تر میشه وقتی که مجرم متوجه اعتراض عمومی جامعه میشه به عملی که انجام شده. در جنایت خمینی شهر تعدادی از مقام‌های حکومتی ایران زنان مورد تجاوز قرار گرفته رو به خاطر رعایت نکردن پوشش اسلامی در وقوع تجاوز مقصر دونستن. ارزیابی شما از این نوع نگاه به پدیده تجاوز جنسی چیه؟ فکر میکنم این تذکر با اون اعتراض آقای نماینده با همدیگه پوشش میدن یک نوع نگاه رو به مسئله. همون چیزی که اتفاقا قبح جنایت رو، قبح به ذهن رو ممکنه از بین ببره، همینه که مقامات مسئول بیان و این رو در سایه به قول خودشون یک خطای دیگه قرار بدن. کسی که آمادگی انجام چنین اعمالی رو داره، اتفاقا هم امیدوار میشه به انجام چنین بزه‌هایی که با اعتراضات محدودی مواجه هست، هم اینکه در واقع میبینه که عمل اون تحت شعاع یک عمل دیگه قرار گرفته. اتفاقا توی جامعه ما که بنابر اعتقادات، بنابر سنت، یک جامعه اخلاقی بوده همیشه و ما شاهد هستیم که رشد کرده این نوع جنایات اجتماعی، همین اتفاق تا به حال افتاده. بودن هستن مقامات مسئولی که دائما هر فساد و هر تبهکاری رو که انجام میشه ریشه‌شو بدحجابی میدونن. اگر جنایت واقع میشه، اگر مردی به زنی تجاوز میکنه، اگر در پی تجاوز میکشه اون زن رو، عامل تمام اینها رو بدحجابی میدونن. و یکی از مسائلی که اتفاقا قبح مطلب رو از بین برده و به هر حال جای پناهگاهی برای مجرمین به وجود برده، همین نگاهه. همین نگاهی که مقامات مسئول دارن، در سایه قرار میدن اون عمل رو. اگر قبح مسئله خطایی قراره که از بین بره، چطور آقایون نگران نیستن که هر جنبنده ای رو به جاسوسی متهم میکنن، اونو میذارن در مقابل دوربین تلویزیون ها که در یک سناریوی کامل رو توضیح بده که چطور دست به جاسوسی زده، چطور دست به خیانت زده. چون در اون موارد فکر نمی کنن که قبح عمل رو دارن از بین میبرن، جا که سری هموطنان تا اونجایی که ما میدونیم اقلیت مذهبی ما هم در بین هست، دوباره برمیگردن به مسئله حجاب که درکشون این هست که میتونن با جنگ و با چالشی که بر سر مسئله حجاب به وجود میارن، مشکلات دیگر رو و خطاهای دیگری رو که ممکنه ریشه در به هر حال بخشهایی از حاکمیت هم داشته باشه سرپوش بگذارن. خانم محمدی، متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.